تو درس امروز میریم سراغ دستور بعدی پتر. توی سیرکلر شما مثل دستور قبلی میتونید از فیچر استفاده کنید یا از بادی با توجه به پارتی که دارید. اینجا ما فیچر استفاده میکنید و بعد یک محور روتیشن باید انتخاب کنید که اینجا به طور مثال میتونه زد باشه یا اینکه روی خود دایره هم کلیک کنید محورش برامون پیدا میکنه و بعد میتونیم تعداد پتن شدن یه فیچر رو انتخاب کنیم و از زاویه‌ای که میخواییم مثلا 300 درجه یا 200 درجه مثلا از اینجا شروع کنه تا اینجا الان شما اگه زاویه‌اش اندازه بگیرید 200 درجه استش و اینجا میتونیم باز میت پلین انتخاب کنیم که نسبت به این میرورش کنه تقریبا میشه گفت و اینجا تو اورینتیشن میتونه روتیشنال باشه که این رو بچرخونه همراه با روتیشن کردنش یا اینکه فیکس باشه فقط روی اون خط برای ما پترن بگیره. گزینه‌های بعدی که پایین داریم پاس همون اکویشن میتود هستش که توی این دستور هم داشتیم، فقط اینجا من اگر این بزنم به اپتیمایز فکر میکنم که انجام نمیده، بله من ایرور میده و پترن نمیده به من باقی اینجا رو به خاطر این اکسود پایینه مدیت میکنم و میذارمش روی آیدنتیکال و میبینید که برای من تشکیل میده این پترن و این سمت هم ما میتونیم بگیم فیتت باشه، یعنی که توی 200 درجه این 6 داره واسه من پترن کنه یا اینکه اینکرمنتال باشه بین هر کدوم از این الان 200 درجه فاصله است. اونجا خوب دیده نمیشه، من بکنم 3 تا و مثلا بگم که 30 درجه الان بهتر میاد یا بهتر مثلا 50 درجه بین دوتا 50 است بین دوتا هم 50 درجه. شما مجموعا نمیخواید مثلا 360 درجه باشه، میخواید بین هر پترنتون یک زاویه داشته باشید. اینجور میتونید پترنتون رو ایجاد بکنید. خب این دستور زیاد چیز خاصی نداشت. تا جلسه بعد شاد و خندون باشید.